اظهار نظرهای ضد نقیزی که مقامهای پاکستانی در مورد مداوای بیماران و زخمیان اعضای طالبان در این کشور بیان میکنند، در حالی که پیش از این مقامهای پاکستانی انتقال زخمیان و بیماران جنگجویان طالب را در این کشور انکار کرده بودند. حالا وزیر داخلی پاکستان در گفتگو با شبکه خبری جیونیز پاکستانی به صراحت بیان میکند که بیماران و زخمیان طالب در پاکستان مداوا میشوند. خانواده های طالبان اینجا زندگی میکند، در مراوات، لویبیر، باراکو و ترنور. بر علاوه گاهی وقت جسدهای طالبان و همچنان بیماران آنها برای مداوا به اینجا انتقال داده می شود. آقای احمد رشید از طالبان افغان همچنان می خواهد که به طالبان پاکستانی اجازه ندهند تا بر ضد پاکستان فعالیت کنند. همانطور که ما خواهان صلح در افغانستان هستیم، طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستان و سایر عناصر اجازه هیچ گونه دخالت در پاکستان را ندهند و ما انشاءالله در ظرف یک ماه کار حصارکشی مرز میان افغانستان و پاکستان را تمام میکنیم. از سوی هم مشاور شورای امنیت ملی از گفته های وزیر داخلی پاکستان قدردانی کرده و گفته است که برای اثبات حقیقت ها بیشتر به پاکستانی های شجاعتر نیاز است. معاون نخست رئیس جمهور هم به کنایه گفته است آیا نیاز بیشتری برای ثبوت حمایت پاکستان از طالبان است؟ بدون هماهنگی دولت افغانستان تقریبا یک مداخله سریع در اموری افغانستان است. اما طالبان ظاهرا وجود رهبرانشان و انتقال زخمیان این گروه به پاکستان را رد کرده میگویند روابط آنها با پاکستان مثل روابطشان با دیگر کشورهاست. ما سفارتی را که به دیگر کشور داشتیم زیاد از او است که به پاکستان داشتیم. این اتهامات دشمن است. پیش از این همواره پاکستان از سوی شماری از کشورهای جهان به حمایت از هراس افغانی و طالبان متهم شده است و این کشور هیچگاه آن را نپذیرفته است.